به نام خدای وفادار به عهد، ایرانیان سلام، عصر زمستانی شما بخیر. من محمد معین مقامی هستم و شما با خبرنگاران جوان 20 بهمن ماه رو تماشا می کنید. خاطرات ورزشی ها از روزهای پرشور انقلاب. خاطراتی که شیرینیش همیشه در ویترین خاطرات ورزشکارانی که در کنار سایر صفوف مردم با امام بیعت کردند باقی مونده. بهار جمهوری اسلامی ایران، بهاری در زمستان. این روزها پا در دهه‌ای گذاشتیم که نزدیک به 40 ساله تبدیل به شیرین و مبارکترین خاطرات ما ایرانی ها شده. روزهای بسیار بسیار پرشور و پر التهابی بود که خب خوشبختانه در 22 بهمن توفیق حاصل شد و انقلاب پیروزی رسید. همه در صحنه بودند از همان اولین ساعات، حتی اهالی ورزش هم برای شکستن حصارها آمده بودند. روزی که امام اومد ما از صبح خیلی زود اومدیم، البته حکومت نظامی بود، ما از توی این جوبا حرکت میکردیم که بر تانکایی که بود ما رو نبینه. خاطرم هستش که مادرم، خالم و دو سه تا از خانمای همسایه‌ای که اونجا بودن یه مقدار در باز می‌ذاشتن که هر انقلابی که اونجا درگیری براش به وجود می‌آمد اسکان می‌دادن. ورزشکاران که در میادین ورزشی با مدال، افتخارات و رکورد سر کار داشتند، این بار برای ثبت رکوردی ابدی راهی مسابقه شدند. فکر می‌کنم 15 16 سال بیشتر سن نداشتیم، ولی سراپا شور و هیجان بودیم و خیلی اتفاقات زیادی تو اون دوران پیروزی انقلاب افتاد. وقتی اون کلانتری 9 بهارستان رو گرفتم من خودم اونجا بودم، رفتیم یه یوزی داشتیم و خلاصه ما درگیری ها بودیم. در روزهای سخت مبارزه ورزشکاران با امام همراه بودند و امام نیز در محفلی گرم هم کلام با ورزشکاران. من خودم ورزشکار نیستم اما ورزشکارا رو دوست دارم. هر کسی میخواد با مقام در واقع بزرگتری رو ببینه قبلا میرن میشینن و تا اینکه ایشون تشریف بیارن. ولی وقتی ما رفتیم جمارام حضرت امام رو کاناپه نشستن، منتظر ما هستن. بیش از 3 دهه از آن روزگار میگذره اما هنوز حلاوت خاطرات شیرین جوانان دیروز و ریش سفیدان امروز در ذهنها باقی مونده. وقتی به من گفتن که نصری تو که قهرمان دنیا هستی چرا کوچولویی، دیگه حرفی نداشتم بزنم، یه حرف حقیقت رو زد دیگه. اینم یه خنده قشنگی امام کرد و فکر نمی کنم تاریخ دیگه عین این ببینه. شما ورزشکاری آقای نصیری از فرمان دنیا محمد نصیری در کوچولو هستی. و تا چند روز دیگر تقویم تاریخ با جوانان برومند ایران زمین باز هم برگ زرینی رو به خود میبیند. شنبه است و نوبت به بسته خبری نیشگون میرسه که از برخی سوژه های فرهنگی نیشگون میگیره و این هفته باز هم پاش به جشنواره فیلم فجر رسیده و سرانجام پشت درب های مجموعه فرهنگی سعدآباد گیر کرده. این صف طولانی برای خرید بلیت مجموعه فرهنگی سعدآباد که تو روزهای تعطیل باید تا ساعت 3:30 بلیت بفروشه که استقبال مردم باعث شده تا تو وقت اضافه هم بلیت بفروشن. میگم وقتی 4:15 تعطیل میکنید آیا اخلاقی انسانی که 3:30 شما بلیت بفروشید؟ 30,000 تومان 40,000 تومان بگیرید طرف تا بره اولیو برسه شما ساعت تموم شد. شما مسئولی در قبال این کاری که دارید انجام میدید. اما سرنوشت بلیت به دستان ناکامی که درها رو به روشون بستن و پولشون هم پس دادن. خدا شاهده اینا هم شاید از بنده نپذیرن، یعنی از جیبم دارم میدم. آقا این بنده ها یا خدا بلیت مترو یا اتوبوس نخریدن، اومدن بازدید کنن که درها رو روشون بستید. زیرابی رفتن یادگار 5000 ساله. مسئول بخش نجات بخشی پژوهشکده باستانشناسی میراث فرهنگی گفته با افتتاح سد سیلوه و ایجاد مرکز پرورش ماهی و تبدیل اونجا به تفرجگاه، حداقل 5 اثر در مخزن سد و
8 اثر در خط انتقال آب از بین میرن. به جا گذاشتن میراث فرنگی. میراث فرنگی جامانده گفتن آخجون. بر اساس بند جیم ماده 114 قانون 5 ساله 4 قبل از انجام عملیات عمرانی گسترده باید میراث فرهنگی رو در جریان میذاشتن که متاسفانه گفته میشه این صد حالا دیگه آخرای امسال آبگیری میشه. تا کار از کار نگذشته و این آثار زیرابی نشدن، یه جلیقه نجات تن این حریم میراث فرهنگی بکنید. ما که از بس از این جشنواره فجر نیشگون گرفتیم دستمون خسته شد، این بار نیشگون رو میسپاریم به اهالی جشنواره. یه عده‌ای دیدم تای فیلم بلند شدن، بعدم فهمیدم دویدن که برن غذا بخورن. صف غذا مطرح شده بوده ظاهران که میترسیدن زمان غذا دیر بشه. تنظیم جدول کاخ جشنواره به نظر من خیلی خوب تنظیم نشده و تایم فیلم ها دقیق در نظر گرفته نشده. بعد از ظهرم مخصوصا یه سری عکاس از بیرون میان که نه کارت دارن و نه در واقع عکاس جشنوارن، ولی خب میان و کار میکنن و اونا باعث این میشن که ما حتی توی خودمون بین خود عکاسایی که موجودن توی فضای اینجا درگیری بینمون ایجاد بشه. این شماره پیامک باشگاه خبرنگاران جوانه که میتونید سوژه های فرهنگی و هنری خودتون رو بهش ارسال بکنید و همچنین میتونید از سوژه های فرهنگی و هنریتون عکس یا فیلم بگیرید و به قسمت سایتمون به نشانی yjc.ir قسمت شهروند خبرنگار بفرستید. تا هفته بعد، خدا نگهدار. وقتی دنیای رنگارنگ فضای مجازی پاشو به زندگی‌های خصوصی هم باز می‌کنه، اون هم برای تصمیم مهم و اساسی به نام انتخاب یک شریک واقعی برای زندگی مشترک. ازدواج‌های اینترنتی در دفترخونه‌های مجازی. آمارها نشون میده که تو کشورمون 2% از آشنایی‌های منجر به ازدواج تو فضای مجازی اتفاق میفته. ازدواج‌هایی که این روزها با گسترده‌تر شدن اینترنت کم کم رواج پیدا کرده و پا به پای اون سایت‌های همسریابی رسمی و غیر رسمی یکی یکی مثل قارچ سر و کله‌شون داره تو فضای مجازی پیدا میشه. حالا به نظر شما واقعاً میشه مهمترین تصمیم زندگیمون رو به سایت‌های اینترنتی بسپاریم؟ اصلا فکر نکنم همچین کاری انجام بدم. به نظر من سایتی نیست که بشه بهش اعتماد کرد و نهایتاً یه عکس معلوم نیست که آقا هستن اصلا یا خانوم هستن. اما تبلیغات این سایت ها به حدی بود که به سرمون زد خودمون هم یه ثبت نام توی یکی از این سایت ها بکنیم تا ببینیم ما هم میتونیم بالاخره یه سر و سامونی بگیریم یا نه. همونطور که میبینید این سایت اطلاعات خیلی زیادی ازمون نخواست، همه چی در حد یه نام و نام خانوادگی و یه شماره تلفنه. جالب اینجاست که جنسیت منو هم از خودم سوال کرده اما کد ملی منو نخواست تا چک کنه ببینه اصلا من مردم زنم چجوریه. یه زنگ زدیم تا از خودشون بپرسیم ببینیم قضیه از چه قراره. حالا داریم یه وقتی هم میذاریم خامنه این وقتی که هم میام میذارم یه موقع آقا نگه جای خانم با ما ارتباط برقرار کنه. اونو باید خودتون احتیاط داشته باشی با همون تلفن هاتون با هم دیگه خوب آشنا بشید. یه عضویت نقره ای هست 14 تومن پرداخت میکنید. کد ملی منو سایت نخواست. نه کد ملی چون امکان تاییدش نیست، فقط باید در اختیار سایت میذارش که نذاشت فعلا همکاری نمیکنه. اما یکی از نکات عجیب این سایت با پسوند .ir که به نظر میاد از چشم مسئولین نظارتی دور مونده گزینه متأهله. همونطور هم که میبینید متاسفانه چند موردی که به نظر این سایت مناسب بنده بوده متأهل هستن. سایت های همسریابی مشکلات دارن از قبیل این که روابط فرازناشویی دارند ایجاد میکنند و شما نمیدونید اون طرف مقابلی که داره ادعایی میکنه آیا واقعا این شرایط رو داره یا نه. یک بستری برای کلاهبرداری ایجاد شده. سایت های همسریابی در واقع کپی سایت هایی هستن به نام همسان گزینی. این سایت ها با کارشناسا و معرف هایی که در اختیار دارن بعضیا رو به همدیگه پیشنهاد میکنن و طبق اصول سنتی و شرعی اونقدر موضوع رو پیگیری میکنن تا در صورت صلاح دید دو طرف این آشنایی ها منجر به ازدواج بشه. سایت تبیان با محوریت خانواده از ابتدا توی جلسه راستی آزمایی که افراد حضور باید پیدا بکنن اطلاعاتشون باید احراز بشه به همراه
خانوادهشون حضور پیدا میکنن. ما شبکه مشاورینی داریم که نظارت میکنن بر فرایند علمی همسان گزینی. حالا چه کسی باید به این سایت ها مجوز بده و سایت های بدون مجوز رو جمع کنه؟ طی مصوبه ای که هیئت وزیران مکلف کرده وزارتخونه رو، قرار شده که این وزارتخونه نشسته هایی داشته باشه، یه آیین نامه در این زمینه تدوین و سپس اجرایی بکنه. انشالله به زودی این آیین نامه وقتی به تدوین نهایی رسید، ابلاغ و متناسب اون شرایط اجرایی هم چیه اعلام خواهد شد. حالا یه سوال پیش میاد، پیدا کردن سایت های غیر مجاز اون هم با پسوند .ir با یه همچین کاربری هایی، یعنی اونقدر کار سختیه که کسی تا حالا نتونسته جلوی رشدشون رو بگیره؟ حالا نوبت گزارش های شهروند خبرنگارانه. شما میتونید از طریق شناسه شهروند YJC در پیام رسان تلگرام خبرنگار ما باشید. کافی قبل از ارسال اتفاقات و سوژه‌های خودتون به ما، شماره 0930-319-47 رو در گوشی خودتون ذخیره کنید. اما ببینیم امروز شهروند خبرنگاران چه سوژه‌هایی برای ما ارسال کردن. سلام، شما میتونید سوژه‌های خبری خودتون رو از طریق پیام رسان تلگرام به ما ارسال کنید. گیدونه داره سی چرمه مشهد اطلاعات پرواز نداره، 6 ساعت پرواز تأخیر داشته. ملت هم بنده خدا الاف جواب هم واقعا نیست، جوابگو هم نیستن. شما میتونید از طریق این پیام رسان سوژهاتون رو به نام خودتون با هزاران نفر به اشتراک بگذارید. بخش قابل توجهی از تصاویر و ویدیوهای شما هم بر روی صفحه شهروند خبرنگار سایت باشگاه خبرنگاران با نام خودتون به روز رسانی میشه. اما خبرهای بسیاری بر روی صفحات متعدد سایت باشگاه خبرنگاران به نشانی اینترنتی yjc.ir قرار میگیره که شما با مراجعه به این صفحات میتونید خبرهای مورد علاقه خودتون رو پیدا کنید و همکارمون خانم مردانی الان در تحریریه با خبرنگاران جوان هستن برای معرفی خبرهای پربازدید امروز. سلام بر شما خانم مردانی. سلام و عصر بخیر میگم خدمت شما و همه همراهان این بخش خبری. امروز هم مروری داریم به بخشی از خبرهای سایت باشگاه خبرنگاران. خبرهایی با این عناوین: پایان مرگبار درگیری مردان آهنین، آرنولد به جنگ کلش آف کلنز میرود. این خبر رو میتونید به همراه فیلم بر روی سایت ببینید. شغلی با درآمد ماهیانه 10 میلیون تومان و همچنین افزایش شارژ گوشی در کمتر از چند ثانیه عنوان خبرهای بعدی مونه. دو فیلم داریم، از لحظه به قتل رساندن تاجر معروف به دست فردی ناشناس تا حرکت غافلگیرانه یک شهروند برای دستگیری سارق. ماجرای حضور شریعت مداری روزنامه کیهان در سریال شهرزاد. زن روستایی که 600 خودروی لوکس و پورشه وارد کرد و همچنین رازهایی برای بالا بردن سرعت وایفای عنوان خبرهای دیگمونه. در انتها فیلمی داریم از تعقیب و گریز به سبک کوبرا 11 در خیابانهای تهران. برای دریافت خبرهای بیشتر هم میتونید به سایتمون به نشانی yjc.ir بیایید و در کانال تلگرامیمون عضو بشید. از طریق سامانه پیامکی 302394 هم سوژهاتون رو با ما در میون بگذارید. سپاس از همراهیتون. از شما متشکرم خانم مردانی. اما دسترسی به آخرین اخبار ایران و جهان در کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان. البته لازم اشاره کنم در سایر شبکه‌های اجتماعی هم راهی برای ارتباط با yjc.ir وجود داره. به خانواده بیش از 470 هزار نفری ما در پیام رسان تلگرام بپیوندید. برای این کار کافیه وارد سایت ما بشین و روی بنر تلگرامیمون کلیک کنید. این بنر در نسخه موبایل سایت ما این بالاست. اگر هم با رایانه شخصیتون yjc.ir رو باز کردید، بنر تلگرامی ما سمت چپ صفحه است. بعد از کلیک بر روی اون کافیه به انتهای این خبر برید و با کلیک بر روی عضویت در کانال تلگرامی وارد دنیای از خبرها در این پیام رسان بشید. اگر هم
کاربر پیامرسان بیستون هستید، در بخش کانال‌های خبری میتونید باشگاه خبرنگاران جوان رو دنبال کنید. اخبار ما رو میتونید در شبکه اجتماعی اینستاگرام هم مشاهده کنید. YJC_IR رو در اینستاگرام وارد کنید و ما رو در این شبکه اجتماعی هم دنبال کنید. 15 دقیقه از ساعت 17 گذشته 20 روز از بهمن ماه، شما بیننده با خبرنگاران جوان هستید. پیشرفت‌های تولید دارو در کشور به واکسن‌سازی هم رسید. حالا سانتریفیوژهای وطنی سازوکار تولید انواع واکسن‌ها رو فراهم کردند. سانتریفوژهایی که در تولید واکسن هپاتیت بی مورد استفاده قرار میگیره از کشورهای بیگانه به دست ما میرسید، مثل امریکا. حالا کشورمون در تولید واکسن به تکنولوژی‌های ساخت داخل دست پیدا کرده، موضوعی که مشکلات بسیاری رو در راه واکسن سازی مرتفع میکنه. حاضر نبودن هر زمان که ما خواستیم قطعات ایدیکی به ما بدن یا جایگزین بکنن قطعات فرسوده رو، و حالا سانتریفیوژهای بومی در حال جایگزینی انواع خارجیشون هستن. ما با سازمان انرژی اتمی که صحبت کردیم، یک سانتریفیوژ رو آوردن تست کردن، خوب جواب داد. دومیش رو نصب کردن، داره خوب جواب میده. سانتریفیوژ هایی که برخلاف گذشته مجهز به سیستم مانیتورینگ شدن. این مانیتور رو کسی که تکنسیانه میبینه، به سرعت اگر هر عیبی پیش بیاد دوستان میان چند دقیقه بعد، چند ساعت بعد به هر حال برطرف میکنن. خالص سازی یکی از مهمترین و اولین مرحله تولید هر واکسنی هستش، جریانی که بدون وجود سانتریفیوژ ها امکان پذیر نیست. ما روزی وارد کننده اینها بودیم، ولی الان صادر کننده این تکنولوژی هستیم. چه محصول نهایی، چه قطعات و چه لوازم مصرفی. حدود 54 عنوان محصول هستند در مجموع. واکسن BCG بیش از 15 میلیون دوز ظرفیت صادرات سالانه داریم. واکسن هپاتیت بی بیش از 10 میلیون دوز ما ظرفیت صادراتی داریم. واکسن هاری دامی به گونه ای که بتونیم 1 تا 2 میلیون عدد ویار رو در سالهای آینده به کشورهای دیگر و متقاضی صادر بکنیم. طبق تفاهم صورت گرفته بین سازمان انرژی اتمی و انیستیتو پاستور کشور، مجموعاً قرار هست که 10 سانتریفیوژ وارد چرخه واکسن سازی بشه. سانتریفیوژ هایی که به زودی کار نصبشون در انیستیتو پاستور به اتمام میرسه. در قدم بعدی بشنوید از واکنش وزیر بهداشت نسبت به اتفاقات بیمارستان قائم مشهد که در چند روز گذشته شاهد بروز برخی موضوعات و حاشیه‌هایی بوده. حکم خاصی نبود، ولی رسیدگی هست. بالاخره حالا شاید منم بیش از اندازه ناراحت شدم، ولی خب وقتی مردم در رنج هستند و انسان فکر میکنه که با یه کار خیلی ساده که ربطی هم به پول نداره میشه مشکلشون حل کرد، خب جا داره که انسان ناراحت بشه. شاید من زیادی ناراحت شدم، ولی انشالله اصلاح میشه. ولی احتمال داره حکم برگرده. نه، پشیمون که نشدیم، ولی بالاخره شاید میتونست واکنش مدل دیگه هم باشه. اما آخر این هفته جلسه است با مسئولین محترم از دانشگاه، و البته روز بعد یه هیئتی رفتن، گزارش رو برای من آوردن. دیروز گزارش رو مرور کردیم و کارای خیلی خوبه میشه کرد. عمدتا مشکل مدیریتی است، یه بخشش هم بستگی به زیرساخت داره. خب بالاخره مشهد توسعه پیدا کرده، جمعیتش بیش از 10 برابر افزایش پیدا کرده، ولی تخته بیمارستانیش متاسفانه همون تختهی است که در گذشته بوده. دهه 50 و 60 برای استانهای شمالی خصوصا مازندران یادآور سالهای سیاه بحران کمابیه. بحرانی که حالا به همت دانش ایرانی دیگه تکرار نشده، اون هم با سدسازی. تصاویر برای خیلی از مازندرانی ها که سرد و گرم روزگار رو چشیدن آشناست. سالهای 50 و 60. او خمی امی بینی عمل بابه. برای رهایی از بحران خشکسالی باید کاری انجام می شد. 900 ساخته شد و با حجم قابل تنظیم 440 میلیون متر مکعب رسیده است که این ذخایر آبی قادرن حدود
100 هزار هکتار از اراضی پایین دست خود را تحت پوشش قرار بدن. سد ساخته شد، برای ما این منطقه آبادانی شد. اینجا ساری، سد شهید رجایی، سدی که نه تنها آب کشاورزی 52 هزار هکتار را تعمیم می‌کنه، بلکه همانند دیگر سدهای استان عاملی شده برای رونق اقتصاد. این آب سد شهید رجایی استفاده در کمی ما. 5 نفر به صورت مستقیم اینجا کار می‌کنیم. بودن 3-4 نفر هم به صورت غیر مستقیم. از این پتانسیل آبی که در پشت سد هست جهت قایقرانی و ورزش آبی استفاده میکنیم. نهضت سدسازی که از 29 سال قبل در مازندران آغاز شد اکنون به نیمه راه رسیده. دو سد دیگه در حال ساخته. با بهره برداری از این سدها حدود 120 هزار هکتار اراضی دیگر نیز در دشت های بشر، نکا، گلوگا و همچنین دشت حراز از این آب، از نعمت این آب بهره مند خواهند شد. مطالعه برای ساخت 10 سد دیگه از جمله سدهای زارمرود ساری، کسلیان قائم شهر، سجادرود بابل و آزارود تنکابون هم آغاز شده. سدهایی که با بهره برداری از اونها 270 هزار هکتار از زمینهای شالیزاری مازندران دیگه قصه کم آبی رو نخواهند داشت. آتنا رستمی، باشگاه خبرنگاران جوان، سد شهید رجایی ساری. در گام پایانی با خبرنگاران جوان بر روی فرش قرمز جشنواره فیلم فجر قدم گذاشته و سری زده به سوژه فیلم‌های امسال. فوکوس لنز دوربین جشنواره فیلم فجر امسال بیشتر روی مفاهیم اجتماعی و خانوادگی، مفاهیمی که گاه تلخن و گاه شیرین، اما تا چند اندازه این مفاهیم با سلیقه مخاطب جور در اومده و مورد استقبال قرار گرفته. من تمام کار زندگیمو تعطیل کردم تا تعطیل ماجرا کنم. دوربین بیشتر فیلم‌های حاضر در جشنواره فیلم فجر تصویر اجتماعی و خانوادگی رو نشانه رفته که این چرخش‌ها و حرکت‌های تصویر با خود مفاهیم تلخ و غم‌انگیز و البته گاهی هم شیرین و امیدوار کننده ای رو به همراه داره. میشه اینقدر خوشحالی از بدبختی مردم حرف نزنی مرتضی؟ هنرمندان درباره فیلم‌هایی که با موضوع یأس و ناامیدی روی پرده نقره‌ای به نمایش در میاد. همه دنیا اینه. جامعه‌ای که در واقع 80 میلیون جمعیت داره، حتماً موضوعات تلخش بیشتره. این دیگه باید برگردیم ببینیم که تو جامعه داره چه اتفاقی میفته دیگه. به هر حال فیلمسازم تو جامعه داره زندگی میکنه و احساسش رو از فضای جامعه داره میگیره. مهم اینه که فیلمی باشه که مخاطب رو درگیر بکنه. یعنی مخاطب رو، حالا تو میتونی فیلم ملودرام کار بکنی که انقدر جذابیت‌های ویژه داشته باشه، حتی گریه هم کنه تو سالن، اما دوست داشته باشه فیلمو. این که تخلیه احساساتی بشه. اما استقبال مخاطبان از آثار امیدوارکننده نشان از تعارض فیلم‌های تلخ و سیاه با نگاه مردم داره. پس باید با سلیقه مخاطب محتوای آثار رو تعیین کرد. مسئولین ما، تلویزیون، سینما، رسماً بیان اعلام کنن سینما یعنی سرگرمی. فیلم سازان برای فیلم سرگرمی بسن، ما فیلم جو سرگرمی نمیخوام. اگر اینو گفتن شما سینما متحول میشه، وقتی فیلم اجتماعی هم در کنارش ساخته خواهد شد. جامعه رو باید دگرگون کنن از فضای یأس و ناامیدی به امید و شادی. نمیشه سیستم رو به قول معروف خیلی آیین نامه‌ای کرد که حق ندارین از این فیلم بسازین یا حق دارین از اون فیلم بسازین. جامعه ما رو به این سمت میبره که چه فیلمی رو اقبال بیشتری بهش میشه و چه فیلمی رو مردم پس میزنن. مردم اگه از غم پس بزنن به سمت فیلم‌های شاد و مفرح و انرژیک به قول شما بیشتر میره و بالعکس. سال 200 اثر ساخته میشه، منتها 33 اثر پیدا میکنه در دو بخش جشنواره و خب از سلیقه‌های مختلف هست، از جنس‌های مختلف هست، ولی من حیث المجموع همه زحمت کشیدن. مسئله من اینه که آقا با جشنواره‌های موضوعی بیشتری وجود داشته باشه. سینما فارغ از ماهیت صنعت و رسانه، بخشی از هنره که باید علاوه بر پرداختن به مشکلات روز جامعه، امید رو در دل مردم به خصوص جوان‌ها زنده کنه. از انتخاب شما سپاسگزارم. نگاهتون مستدام. خدا نگهدار.